سلام، این برنامه استفاده از ضمیر ناخودآگاه در کسب و کار. نویسنده فرشید پاکزاد. احساساتی که در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده در برخورد شما با دیگران هم مؤثره. شما میتونید از قدرت احساسات ضمیر ناخودآگاه برای ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران استفاده کنید. یکی از کارکنان مشهور آژانس معاملات املاک کالیفرنیا همیشه قبل از اینکه اشخاص خواهان اجاره یا خرید املاک رو به خونه ببره و اونجا رو به اونها نشون بده با صاحبان اون ملک ملاقات میکنه. اون میخواست بدونه که کدوم ویژگی ملک مورد نظر روی صاحبان اون تأثیر شدید میذاره. از اونا میپرسید کجای این خونه رو بیشتر دوست دارین؟ برای شما چه خصوصیاتی در مسکن نقش مهمتری ایفا میکنه؟ پاسخی که اونها میدادن به خرید و فروش و یا اجاره دادن و اجاره کردن اون خونه کمک میکرد. سوال اون از خانم خونه‌داری که در خونه اون زندگی میکرد به تماشای آشپزخونه میانجامید که در اونجا خانم صاحب خونه با غرور به پنجره‌ها و صحنه بیرون اشاره میکرد. به گاراژ اشاره میکرد و به باغچه‌هایی که در اون سبزی به خوبی رشد میکرد. مثلا میگفت نخود سبز در باغچه ما به اندازه‌ای رشد می‌کنه که همه همسایه‌ها برای تماشای اون به منزل ما میان. اون کارمند آژانس با اطلاعاتی که اینطوری به دست می‌آورد، می‌تونه ساختمون مورد اشاره رو در کمترین مدت به فروش برسونه. اون مدتی بعد به سراغ مالکین جدید ساختمون می‌رفت و از اونا می‌پرسید چه عاملی سبب شد که اون خونه رو بخرن. با اطلاعاتی که اون کسب می‌کرد، می‌تونست نیازها و علایق رو بشناسه و بهترین گزینه رو معرفی کنه. اطلاع از ضمیر ناخودآگاه میتونه زندگی شما را تغییر بده. وقتی با کسی هستیم که احساساتش تحریک شده، هر چی بگیم و هر کاری بکنیم با اون احساس ارتباط پیدا میکنه و در ضمیر ناخودآگاه اون ثبت میشه. این امر معمولاً در سطح ضمیر ناهوشیاری صورت میگیره. در نتیجه هر وقت در حضور اون همون حرف گذشته یا همون رفتار گذشته رو تکرار کنیم، احساسات قبلی رو به شکلی در اون زنده میکنیم. اطلاع از این پدیده به ما امکان میده به واکنشی که در دیگران ایجاد میکنیم توجه داشته باشیم. توجه به این مطلب به ما امکان میده که به نتایج سودمندی برسیم و به احساسات و خاطراتی که در ذهن دیگران ایجاد میکنیم توجه داشته باشیم. اگه ما کسی رو در شرایط اندوه و ناراحتی لمس کنیم، هرگاه در آینده اونو لمس کنیم بدون اینکه علت خارجی خاصی وجود داشته باشه، ناراحتی پیش میاد. بنابراین به این نتیجه میرسیم که به حکم عقل باید زمانی کسی رو لمس کنیم که در شرایط روحی مناسبی قرار داشته باشه. به این ترتیب اگه کسی رو بعداً در شرایط نامطلوب لمس کنیم، خاطره لمس مربوط به صحنه خوشایند گذشته حال اونو بهبود میبخشه.